اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در اعتراض دوباره به رد صلاحیت ها در انتخابات گفت همه باید خود را به امام و بیت امام بدهکار بدانیم اما متاسفانه بدهکارها هدیه خوبی به بیت امام در مقدمه انتخابات ندادند وی صبح روز دوشنبه دوازدهم بهمن ماه در مراسم گرامی داشت سال روز ورود آیت الله خمینی به ایران گفت صلاحیت شخصیتی که شبیه به جد امام امامست را تایید نکردند و خطاب به شورای نگهبان هشدار داد شما صلاحیت خود را از کجا آوردید چه کسی به شما اجازه داده قضاوت کنید چه کسی تریبون نماز جمعه و صدا و سیما را به شما داده است سخنان آقای هاشمی در حالی ابراز شده است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه یازدهم بهمن ما ضمن ابراز امیدواری برای تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده گفت هیچ چیز نباید امید را از ما بگیرد و در هیچ شرایطی نباید به صندوقهای آرا پشت کنیم. آقای روحانی افسوده بود اگر حضور مردم در صندوق آرای خرداد 92 نبود امروز پیروزی در مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم را تجربه نمی کردیم. آقای روحانی روز پنجشنبه اول بهمن ماه نیز در واکنش به رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس که به گفته او جمعیت هواداران آنها به ده میلیون نفر هم میرسد گفته بود مجلس خانه ملت است نه یک جنا. این سخنان واکنش شدید حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان تعدادی از امامان جمعه از جمله در تهران مشهد و اصفهان فراکسیون روحانیت مجلس و نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس را به دنبال داشت همزمان نجات الله ابراهیمیان سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرده حدود 6 هزار نفر از کسانی که هیئت های نظارت وابسته به شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید نکردند به این تصمیم اعتراض کرده و پرونده آنها در حال بررسی است به شامگاه یک شنبه 11 بهمن ماه در مصاحبه با برنامه متن حاشیه شبکه سوم صدا و سیما رسیدگی به پرونده معترضان رد صلاحیت ها را طاقت فرسا توصیف کرد وی گفت فرصت 20 روزه برای رسیدگی اعتراض به رد صلاحیت ها کافی نیست و باید در قانون انتخابات تجدید نظر کرد با این حال وی اعلام کرد که نتایج نهایی اعتراض به رد صلاحیت ها را تا 16 بهمن ماه اعلام می کنیم. بیش از 12 هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که هیئت های نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت آنها در دوم دیماه اعلام کردند حدود 42 درصد تایید صلاحیت، حدود 30 درصد صلاحیت آنها احراز نشده و حدود 25 درصد از داوطلبان نیز رد صلاحیت شدند. آقای ابراهیمیان گفته هیچ یک از نظامهای انتخاباتی اینگونه نیست که افراد ناشناخته را وارد سیستم انتخاباتی خود کنند و این یک ریسک و خطر است و ممکن است اساس نظام را به خطر اندازد. عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت اندک اصلاح طلبان هم گفت من اجازه دادن آمار را ندارم و باید صبر کنیم تا زمان به پایان برسد به گفته حسین مرعشی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، از بین سه هزار کاندیدای اصلاح طلب تنها سی نفر یعنی یک درصد کاندیداها تایید صلاحیت شدند مذاکرات پیچیده صلح سوریه در حالی در جریان است که طرفهای شرکت کننده یکدیگر را به عدم آمادگی و این در پیشبرد گفتگوها متهم می کنند. امروز دوشنبه دوازده بهمن استفانو دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل قرار است با هیئت نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان مختلف دیدار و گفتگو کند. این مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل از روز جمعه نه بهمن در ژنو و با گفتگو میان نمایندگان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و آقای دمیستورا آغاز شد یک سخنگوی کمیته عالی مذاکرات که مخالفان دولت سوریه را نمایندگی می کند این نشست را مثبت ارزیابی کرده است نمایندگان بعضی گروه های مخالف دولت سوریه که به ژنو سوئیس سفر کردند دیروز برای نخستین بار با نماینده ویژه سازمان ملل دیدار کردند نمایندگان گروه های مخالف دولت سوریه که در ژنو حاضر شدند شامل 17 مذاکره کننده و 25 مشاور است و عربستان سعودی از این گروه ها حمایت می بنابر گزارش ها مذاکره کننده اصلی هیئت دولتی سوریه هر گونه آتش بسی را پیش از انجام مذاکرات رد کرده است اما به نقل از بی گزارش شده است که توافق بر سر آتش بس می تواند نتیجه این مذاکرات باشد بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل که به نمایندگی از دولت این کشور در مذاکرات ژنو حضور یافته در کنفرانسی خبری مخالفان را تروریست هایی خان که از حمایت دولت های خارجی برخوردار هستند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم از دولت سوریه و مخالفانش خواست که از فرصت ایجاد شده برای مذاکره در ژنو برای پایان دادن به جنگ و خونریزی استفاده کنند او بر برقراری آتش بس و به دنبال آن توافق بر سر دوره انتقالی تاکید کرد آقای کری بار دیگر تاکید کرد که جنگ افسار گسیخته سوریه راه حل نظامی ندارد و هشدار داد که اگر از طریق گفتگو مهار نشود میتواند کل منطقه را شعله بر کند در همین حال عادل الجبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی بر حمایت ریاض از موضع اپوزیسیون سوریه در مذاکرات ژنو سه تاکید کرده و هشدار داده که در صورت شکست مذاکرات حمایت نظامی از اپوزیسیون ادامه خواهد یافت وی روز یکشنبه یازده بهمن در جریان کنفرانس خبری با مولود شغل شغلو وزیر امور خارجه ترکیه بار دیگر تأکید تا کرد مذاکرات باید بر انتقال قدرت در سوریه و تدوین قانون اساسی جدید متمرکز باشد و اسد نباید نقشی در سوریه جدید ایفا کند وی ای گفت ریاض از اپوزیسیون سوریه حمایت می کند چه مذاکره را برگزیند و چه ترک آن را آقای جوبر تأکید تا کرد عربستان سعودی از حق ترکیه در دفاع از سرزمین های خود با روشی که مناسب ببیند حمایت می کند و مواضع دو کشور در حمایت از اپوزیسیون سوریه یکی است آقای داوود نیز گفت اپوزیسیون سوریه آزاد است تا مذاکرات ژنو را ادامه داده یا در صورت محقق نشدن خواسته هایش آن را ترک کند همزمان برت مکگرگور نماینده ارشد دولت آمریکا و هیئتی به سرپرستی او برای نخستین بار از آغاز جنگ داخلی سوریه به شمال آن کشور سفر کرده و با اعتلاف در حال نبرد علیه داعش دیدار و گفتگو کرده است این در حالی انجام می شود که ایالات متحده بر تمرکز خود در نبردهای مستقیم علیه گروه حکومت اسلامی افسوده است مذاکره هیئت آمریکایی با اعتلاف موسوم به قوای سوریه دموکراتیک صورت گرفته که عمدتا از نیروهای کرد تشکیل شده است آقای مکرگور نماینده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اعتلاف بین المللی علیه داعش در سوریه و عراق است خبرگزاری فرانسه میگوید نمایندگانی از فرانسه و بریتانیا نیز او را همراهی کردند یک منبع کرد به این خبرگزاری گفته است که یک هیئت ارشد نظامی از اعتلاف با مقام های ارشد قبای سوریه دموکراتیک دیدار کرده است از زمانی که رابرت فورد سفیر آمریکا در دمشق در سال 2012 و آغاز بحران سوریه را ترک کرد این نخستین بار است که خبر دیداری در این سطح از سوی یک هیئت ارشد دولت ایالات متحده منتشر می شود. در خبری دیگر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه دوازده بهمن در سفری رسمی برای گفتگو با مقام های روسیه درباره تحولات منطقه وارد مسکو شد احتمالاً موضوع بحران سوریه و گفتگوهای صلح ژنو از مهمترین موضوعات مورد گفتگو میان طرفین خواهد بود تهران و مسکو از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند وزارت خارجه ترکیه گفته جنگنده های روسیه یک بار دیگه حریم هوایی این کشور رو نقض کردن بر اساس اطلاعی وزارت خارجه ترکیه یک فروند جنگنده سخوی 34 روسی جمعه گذشته حریم هوایی این کشور رو در مرز سوریه نقض کرده هرچند این اطلاعی جزیات بیشتری در واقع در این زمینه ارائه نمی کنه اما پیامد اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو هم بیانیه صادر کرده و نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده های روس رو تایید کرده و البته به روسیه هشدار داده که رفتار مسئولانه تری در این رابطه داشته باشه و به حریم هوایی ناتو که ترکیه هم عضوی از آن هست احترام بگذاره رئیس جمهور ترکیه آقای ارغان هم بلافاصله پس از اطلاعیه وزارت خارجه این کشور در این رابطه به روسیه هشدار داده و گفته اگر روسیه این رفتار خودش رو بخواد ادامه بده ناگزیر باید نتایج اون رو هم تحمل بکنه آقای ارغان گفته که نقض حریم هوایی ما یعنی نقض حریم هوایی ناتو میدونیم نوامبر گذشته ترکیه یک فروند جنگنده روسی رو در محدوده مرز سوریه سرنگون کرده بود اگرچه روسا هرگز نپذیرفتن که جنگنده ساقط شده اونها وارد حریم هوایی ترکیه شده ولی خب پیامد این موضوع روابط دو کشور به شدت تیره شده این بار هم البته روسیه ادعای ترکیه رو در این رابطه رد میکنه سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که هیچ موردی از نقض حریم هوایی ترکیه وجود نداشته و اتهامات ترکیه یک تبلیغات بی اساس بر علیه روسیه هستش همینطور در مورد احتمال گفتگوی مقامات دو کشور برای رفع تنش ها هم آقای اروان گفته که من پیشتر تقاضای ملاقات با پوتین رو از طریق وزارت خارجه ترکیه برایشون فرستادم اما هنوز پوتین در این رابطه به من پاسخی نداده و اما در ادامه همه این تنش ها آقای ارغان گفته که پیده حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه سعی داره برای تصرف غرب رود فرات پشتیبانی روس ها رو به دست بیاره او گفته حالا که پیده از حمایت هوای امریکا در این رابطه ناامید شده به سمت روسیه متمایل شده آقای البته فقط روسیه رو متهم به همراهی با کردهای سوریه نکرد بلکه حتی گفت که روسیه از پکاکا از به کارگران کردستان ترکیه هم حمایت میکنم حالا مجموعه این اختلافات و تنشهای سیاسی هست که حتی بر روند مذاکرات صلح سوریه هم تاثیر گذاشته به نفعی که ترکیه شدیدا مخالف حضور کورتا در مذاکرات ژنو بود و خب کورتا هم به مذاکرات دعوت نشدن بلعکس روسا گفتند گفتن همچنان در تلاشن تا در جلسات بعدی کورتا هم در نشست ژنو حضور داشته باشند. اما خبر دیگه که بی ارتباط با این رویداد ها نیست سفر نخست وزیر ترکیه آقای داود اغلو هست به عربستان و دیدارش با پادشاه این کشور جزیت زیادی البته از این سفر منتشر نشده ولی خب میدونیم دو کشور به ویژه در مورد تحولات اخیر منطقه دارای دیدگاه مشترکی هستند. خبرگزاری دولتی ترکیه گفته هدف سفر بیشتر بحث و بررسی تحولات منطقه به ویژه در مورد سوریه، عراق و یمن هست افسون بر اینکه ترکیه در حوزه اقتصادی نیست به بازار عربستان نگاه ویژه‌ای داره و حتی در این رابطه سرمایه گذاران سعودی رو دعوت به همکاری کرده انفجار سه بمب روز یکشنبه یازدهم بهمن ماه در دمشق پایتخت سوریه 71 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه در نخستین انفجار یک خودروی بم شده در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس منفجر شد و انگامی که مردم در محل انفجار نخست جمع شده بودند، دو بمبگذار انتحاری خود را منفجر کردند. داعش در بیانیه‌ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شد مسئولیت حملات روز یکشنبه جنوب دمشق را بر عهده گرفت و گفت دو عضو این گروه دست به عملیات انتحاری زدند ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید دست کم پنج کودک در میان کشته شدگان این دو انفجار بودند فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در واکنش گفت این بومگزاری ها آشکارا با هدف مختل کردن تلاش ها برای شروع فرایند سیاسی صورت گرفته است. در بیانیه خانم موگرنی تاکید شده اتحادیه اروپا بر حمایت قاطع خود از مذاکرات صلح تاکید دارد و میگوید در صورت تمایل طرفهای سوری و نیز کمک کشورهای منطقه و جهان یافتن راه حل سیاسی و پایان دادن به خشونت ها شدنی است وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به انفجارهای منطقه زینبیه دمشق ضمن درخواست پایان دادن به سیاست ارسال سلاح و نیرو به داخل سوریه این انفجارها را محکوم کرد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است گروه های تروریستی در صدد برهم زدن روند حل سیاسی بحران سوریه هستند. این انفجارها در حالی انجام شده که گفتگوهای صلح سوریه در ژنو پس از ماهها بار دیگر برپا شده است در حالی که تا آخرین لحظه هنوز مشخص نبود مخالفان اصلی بشار اسد از جمله های مورد حمایت عربستان سعودی در این مذاکرات شرکت خواهند کرد یا نه این هیئت در نهایت به ژنو رفت آنچه که با استقبال آمریکا روبرو شد مخالفان اصلی بشار اسد حضور خود در مذاکرات را مشروط کردند به اجازه ورود کمکهای بشر دوستانه به مناطقی که تحت کنترل دارند مناطقی از سوریه نیز در محاصره نیروهای دولتی است از سوی دیگر گروهی از شورشیان نیز برخی مناطقی که ساکنان آن حامی حکومت بشار اسد هستند را محاصره کردند علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه دوازدهم بهمن ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و با اشاره به بازداشت ملوانان آمریکایی اعلام کرد اطلاعات زیادی از لپتاپ ها و موبایل های آنها استخراج کردیم و متناسب با تصمیمی که گرفته می شود قابل ارائه هستند وی گفته از جریان دستگیری چندین ساعت فیلم وجود دارد که این فیلم ها می حقارت های بسیاری برای آمریکا به دنبال داشته باشد. وی تصریح کرده اگر مسئولان آمریکایی میگویند ما از دست بر سرگذاشتن سربازان ما ناراحت و خجالت زده هستیم باید بگوییم اگر ما بقیه فیلم ها را ببینند این سرفکندگی صد برابر خواهد شد هرچند ما به دنبال ایجاد حقارت برای دولت و ملتی نیستیم اما اگر آنها بخواهند ایران را تحقیر کنند و خباست کنند فیلم ها را نمایش داده و موجبات خجالت زدگی و تحقیر بیشتر آنها را فراهم خواهیم کرد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و نیز جمهوری خواهان آمریکا از انتشار ویدیوی دستگیری ملوانان آمریکایی و عکسهایی که آنان را در حال زانو زدن به هنگام دستگیری نشان میدادند خشمگین شدند. در حالی که وزارت امور خارجه ای ایران برای پایان دادن به تنش موجود فعالیت می کرد، علی خامنه ای هفته گذشته با آن گروه از نیروهای سپاه که سرنشینان دو شناور آمریکایی را بازداشت کرده بودند دیدار کرد و اقدام آنان را از جمله با این سخنان ستود. کار شما بسیار عالی، جالب و به هنگام بود و در واقع باید این حادثه را کار خدا دانست که آمریکایی ها را به آبهای ما کشند تا با اقدام به هنگام شما آن گونه با دستهایی که بر سر گذاشته بودند بازداشت شوند. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین روز یکشنبه یازدهم بهمن ماه به علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و چهار تن دیگر از فرماندهان این نیرو به مناسبت توقیف دو شناور و بازداشت تفنگداران آمریکایی نشان فتح اعطا کرد. آقای خامنه‌ای همچنین با درخواست ارتقاء درجه سایر فرماندهان و دستندرکاران عملیات مربوط به توقیف شناورها و دستگیری ملوانان آمریکایی موافقت کرد. این نشان که در سه رده فتح یک، دو و سه می باشد از سوی رهبر ایران به اعضای نیروهای مسلح این کشور که پیروزی چشم گیر داشتند داده می شود. روز 22 دی ماه نیروهای سپاه پاسداران در خلیج فارس ده مروان آمریکایی را به دلیل ورود به آبهای ایران در نزدیکی جزیره فارسی بازداشت کردند. این افراد در کمتر 24 ساعت و در پی تماسهای تلفنی وزرای خارجه دو کشور آزاد شدند. در جریان یک رشته عملیات ضد تروریستی در عربستان سعودی سیاسه مزنون از جمله نه آمریکایی دستگیر شدند به روزنامه انگلیسی زبان سعودی گازت که در جده منتشر می شود چهار مزنون آمریکایی روز دوشنبه پنج بهمن و پنج آمریکایی دیگر در طی چهار روز گذشته دستگیر شدند این گزارش حاکی است که علاوه بر افراد آمریکایی چهارده شهروند سعودی سه یمنی دو سوری یک فیلیپینی یک اماراتی یک فلسطینی و یک شهروند غذاق و همچنین یک طبعی اندونزی هم به زن فعالیت های تروریستی دستگیر شدند سفارت آمریکا در عربستان پس از انتشار این گزارش حاضر به اظهار نظر در آن نشده است در گزارش روزنامه سعودی جزئیات بیشتری درباره دلیل این دستگیری ها و ارتباط احتمالی مزنونان با گروه داعش منتشر نشده است داعش تاکنون مسئولیت چند حمله مرگبار در عربستان را بر عهده گرفته که تازه ترین آن تیراندازی روز جمعه در یکی از مساجد شیعیان در شرق عربستان بود عربستان سعودی در سال 2014 داعش را یک گروه تروریستی اعلام کرد و از آن زمان صدها نفر از مزنونان به عضویت در این گروه یا هواداری از آن را دستگیر کرده است در تحولی دیگر وزارت کشور عربستان سعودی فهرست جدیدی از نه نفر از کسانی که تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار دارند و در انفجار مسجد التباری در منطقه اسیر دست داشتن را منتشر کرده است بنابر بیانیه وزارت کشور سعودی که روز یکشنبه یازده بهمن منتشر شد این افراد با هسته تروریستی در منطقه المونسیه در شهر ریاض و دیگری در استان زرما که پیشتر مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته و شماری از آنها را دستگیر کرده در ارتباط هستند وزارت کشور سعودی از کسانی که اطلاعاتی درباره این افراد دارند خواسته که به نزدیکترین مقر امنیتی گزارش کنند سخنگوی امنیتی وزارت کشور سعودی همچنین روز یکشنبه یازده بهمن اعلام کرد این وزارت در تحقیقات خود درباره هویت عاملان حمله به مسجد امام رضا در احسا توانست عامل انتحاری را شناسایی کند طبق بیانیه وزارت کشور سعودی عامل انتحاری شخصی به نام عبدالرحمن عبدالله سلیمان التبیجیری است که 22 ساله می باشد عامل عملیات انتحاری پیشتر در یک تجمع اعتراضآمیز در سعودی شرکت کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان متهم به ارتکاب اعمال تروریستی شده بود وزارت کشور سعودی همچنین در بیانیه خود اعلام کرد که عامل انتحاری دوم که نیروهای امنیتی سعودی با مجروع کردن او فرصت منفجر کردن کمربند انفجاری را از بی گرفتن نیز در بیمارستان بستری است وزارت کشور در آخرین بیانیه خود تاکید کرد که این حمله تروریستی به کشته شدن چهار شهروند سعودی و زخمی شدن 36 تن دیگر منجر شد نخستین مرحله انتخابات درون حزبی ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. اولین رأیگیری روز شنبه ده دهم بهمن ماه در ایالت آیووا انجام شد و انتظار می رود نتایج آن تا بامداد سهشنبه سیزدهم بهمن ماه اعلام شود. نخستین مرحله در انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده رأیگیری میان اعضا و هواداران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای برگزیدن نامزد حزب است. پس از مشخص شدن دو نامزد طرفین در انتخابات سراسری که در آبان ماه امسال برگزار می شود به مسافه هم می روند. رایگیری در اون حزبی گام به گام و در تاریخهای مختلف در پنجاه ایالت برگزار می شود. بر اساس آخرین نظرسنجی که 48 ساعت پیش از آغاز اخصارا منتشر شد، از میان جمهوری خواهان سه کاندیده ها پیش دازن. از نیویورک دونالد ترامپ با 28 درصد، از تگزاس تد کروز با 23 درصد و از فلوریدا مارکو روبیو با 15 درصد. برخلاف جمهوری خوان که در میانشان بیش از ده کاندیدا همچنان در حال رقابت برای نامزدی حزبند، در حزب دموکرات فقط سه نفر در رقابتند. دو کاندیدای اصلی هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و سناتور برنی ساندرز از ایالات بسیار کوچک شمالی ورمونت بر اساس نظرسنجی ها تقریبا از حمایت برابر برخوردارند. خانم کلینتون بر اساس نظرسنجی ها در بیشتر دیگر ایالت ها به استثنای ایالت نیو همشایر که رگیری در آن هفته دیگر انجام می شود با فاصله زیاد از آقای ساندرز جلوس. همچنین اکثریت قاطعی از اقلیت نژادی به ویژه سیاه و لاتین تبارها که بخش قابل توجهی از بدنه حزب دموکرات را تشکیل می دهند، از خانم کلینتون حمایت می کنند. علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه اعلام کرده طی دو هفته آینده دو فروند هواپیمای ایرباس به ناوگان هوایی کشور اضافه خواهد شد. وی در گفتگو با ایسنا که روز دوشنبه دوازدهم بهمن ماه منتشر شده گفته است امضای سی و چهار سند همکاری میان وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و بعضا بین مؤسسات و مراکز وابسته به دولت و نیز برخی قراردادها بین بخش خصوصی ایران و فرانسه در تاریخ مناسبات بین دو کشور بی سابقه است. آقای آهنی در رابطه با بازگشت مجدد پژو به ایران و برخی انتقادها در این زمینه هم تصریح کرد چند سال قبل در اثر فشار جنرال موتورز روی گروه پژو سیتروئن اختلالی در همکاری پژو با ایران خودرو ایجاد شد و به دنبال آن تصویر پژو در ایران نیز شدیداً ضربه خورد گروه پژو سیتروئن به شدت از این امر نگران و به دنبال بازگشت مجدد به بازار ایران بود که با این پاسخ از سوی مقامات مربوط ایران و سفارت مواجه شد که بازگشت به بازار ایران قبل از جبران و تغییر رویکردشان نسبت به همکاری با کشورمان به هیچ وجه امکان پذیر نیست آقای آهنی افزود به دنبال مذاکرات طولانی با مسئولین شرکت پژو و تغییر رویکرد آنها و اعلام آمادگی برای جبران گذشته به نحو مقتضی و بر اساس تفاهم طرفین و همچنین سرمایه گذاری مشترک در ایران به صورت پنجاه پنجاه با انتقال فناوری برای ساخت مدل‌های جدید در ایران برای بازار مصرف داخلی و صادرات بخشی از محصولات به خارج از ایران دو طرف تفاهم کردند. در تحولی دیگر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران از اتصال دوباره نه بانک ایرانی به سیستم بین المللی بانکی سویفت از بامداد دوشنبه دوازدهم بهمن خبر داد. ارتباط شبکه بانکی ایران با این سیستم از سال 90 پس از تحریم بانکی ایران از سوی اتحادیه اروپا قطع شده بود. سیستم بین المللی ایمن سویفت برای مبادله پیام های مالی میان بانک ها به کار می رود. بانک های ایران هم به این سیستم وصل بودند. اما پس از تشدید تحریم های بانکی و نفتی ایران ارتباط بانک های تحریم شده ایران با این سیستم از 27 اسفند ماه 1390 قطع. شد با قطع این سیستم ایران قادر نبود پول ناشی از درآمدهای نفتی خود را از طریق شبکه بین المللی بانکی به داخل منتقل کند و یا مبادلات دیگر بانکی را انجام دهد رئیس کل بانک مرکزی گفته است این بانک ها از بامداد روز دوشنبه به سویفت متصل می شوند ولی یکی دو روز برای نصب نرم افزار آن وقت لازم دارند